من منصور رو بیارم بالا. منصور سلام. منصور هستی؟ بعد از منصور آرمانه، بعدش دانیاله، بعدش یایا. سلام، خوبی؟ بگو. مرسی، ممنونم. من در مورد افغانستان صحبت نداشتم، در با آقا مجیدم نمیخواستم صحبت کنم. آها، خیلی خوب، در برای هرچی میخوای صحبت کن. در مورد علم آماری میخواستم صحبت کنم، اگه اشکال نداره. بگو بفرمایید. نه شما با توجه به علم آماری در مورد تعداد مسیحیان که توی دنیا هست، 3 میلیارد مسیحی وجود داره و 2 میلیارد مسلمان وجود داره و بقیه دین ها هستن، میخواستم بدونم که همه اونها به خدا اعتقاد دارن و وقتی که به خدا اعتقاد دارن دیگه با توجه به علم آماری این شرط عقل نیست که ما حرف اونها را باور کنیم و ما هم در مملکتی زندگی کنیم که آنها اکثریتشون مثلا خدا باور هستن، با اینکه میدونیم که حقیقت چیز دیگری است، ولی با توجه به سخنان نیچه که خودش یک آتیست بود میگوید که حقیقت کذب اگر باعث بهبود یک زندگی گردد از حقیقت واقعی بهتر است. بعد آقای بریا عملی، به قول آقای بریا عملی، این است که موجه است که ما بپذیریم هر چیزی که مثلا علم آماری به ما میگه. و من میخواستم بپرسم که آیا علم آماری ضعیفتر از علم آزمایشگاهی است؟ من چند تا نمونه مثال میخوام بزنم در مورد علم آماری. خطرناکترین کشور با توجه به علم آماری افغانستان اعلام شده است. 80% اعتقاد به ارتداد دارن که خود شما هم عرض کردید. قدرت خرید کدام کشور ضعیفتر است؟ از همه واحد پول ها پایین تر ایران است. کتابخانه در ایران هفته 2 دقیقه است و در افغانستان هفته به 1 دقیقه هم نمیرسد. و وقتی ما این چیزها رو، این همه شما از سایت ها این آمارها رو به ما نشون میدید، آیا در مورد این مسئله هم جوابی دارید که این همه ما خدا باور داریم؟ و اگر نظر سنجی بکنیم تعداد خدا باورها فوق العاده بیشتر است و ما باید الان چیکار کنیم؟ شما خودتون نظرتون رو به من بگید و من میرم سوال بعدی. بعدش خب ببین، این علم آماری که داریم میگی که نمیگی که اینا واقعیت داره، داره نشون میده که نظر مردم چیه. یعنی خب من بله علم، یعنی آمار رو قبول دارم، ولی چیزی که آمار داره میگه رو قبول دارم. آمار که نمیگه که در بله، آمار نشون میده که اکثر مردم به خدا اعتقاد داره، ولی آمار که نشون نمیده که خدا که وجود داره. این دوتا چیز کاملا مختلفه، درسته؟ بله درسته. این یه این مغلطه، من انگلیسیش میشه appeal to popularity، به فارسیش من داشتم میگشتم صحبت کردی، فارسیش میخواستم یادم رفته بود، میشه توسل. بگو بیرم توسل به اکثریه. آها، من چیز دیگه پیدا کردم، توسل به محبوبیت من پیدا کردم. جفتش یکیه، توسل به محبوبیت یا توسل به اکثریت، جفتش بکنم همونه. ولی خب ببین، مثلا چیز جوابی که مردم میدن، میگن خب یه زمانی همه فکر میکردن کره زمین صافه، ما نمیتونیم بیایم قبول کنیم که چیزی که اکثر مردم میگن درسته. میدونی نظرم چیه؟ ولی شما حرفتون این نبود. خب یعنی حرفتون به این سطحی نبود که بگین که چون اکثریت قبول دارن درسته. شما دارین میگفتین که یه سری فیلسوفای میگن که واقعیت و تعریفشون در برای واقعیت فرق میکنه. خب تعریفی که ما برای واقعیت داریم چیزیه که مرتبط بر اساس اونجوری که جهان هست، مستقل از نظر ما. خب ولی یه سری فیلسوفای واقعیت رو تعریف کردن اون چیزی که اکثریت با هم قبول کردن. خب برای شما مثلا ممکنه یه سری، یعنی به عبارت دیگه کسی که قدرت اینو داره، یا اکثریت یا کسی که قدرت دستشه. خب یعنی ما کسایی که میتونن واقعیت رو به ما تحمیل بکنن. یعنی شما مثلا فرض میکنین که اگه توی جهانی وجود دارین که توی همه فکر میکنن کره زمین صافه و
شما به طور تنهایی فکر بدونین که کره زمین صاف نیست، بهتره جوری فعالیت بکنین که انگار کره زمین صافه، برای که شما نمیتونین، شما رو دیوونه حساب میکنن. میدونی واسه چه؟ یعنی این این واقعیت که کره زمین صافه جوری داره تحمیل میشه که شما بهتره زندگیتون رو بکنین بر اساس اینکه کره زمین صافه. خب تو فکر کنم منظورت از این تعریف واقعیته، درسته؟ متاسفانه صدای شما رو درست نشدم، ولی من برنامه رو بعدا دانلود میکنم و صدای شما رو گوش میکنم. و من سوالی داشتم در مورد من فقط بگم که ما ببین، شما اگه میخواییم با آمار رجوع کنین، خب آمار به ما خیلی چیز دیگه هم نشون داده. آمار به ما نشون میده که ما چه روش های بهتر هست برای تغییر نظر. یعنی ما لازم نیست اینو قبول بکنیم، ما میتونیم و ما آمار به ما نشون میده که چه عقایدی و چه ارزش هایی باعث پیشرفت جامعه میشه، چه عقاید و چه ارزش هایی باعث خوشحالی تعداد بیشتری از مردم میشه. یعنی آمار به ما اینو نشون میده. خب یعنی ما درسته که شما خودتون بی خدا هستین به نظر من بر اساس چیزی گفتین، ولی درسته که اکثریت مردم ممکنه به خدا اعتقاد داشته باشه، ولی این معنیش نیست که ما لازم اینو قبول بکنیم. آمار به ما خیلی چیزای دیگه نشون میده. آمار به ما نشون میده که طول مدت چه چیزایی میکنه میتونه تاثیر بذاره رو طرز فکر مردم و چه جوری طرز فکر مردم رو به چه چیزایی عوض بکنیم آروم آروم، به طوری که به نفع بیشتر مردم تعداد بیشتری از مردم بشه. خب اینا رو هم آمار داره به ما نشون میده. قبول ندارین اینا رو منصور؟ بله من قبول دارم، ولی من سوال دومو میخواستم بپرسم چون الان جوابتون رو نفهمیدم چی گفت. در مورد حقیقت میخوام بپرسم. یک مثالی میخوام بزنم. باشه، قبل از اینکه مثال بزنیم من یه سوپرچت گرفتیم، من ببینم این سوال رب داره به چیزی که داریم میگیم. میگه دکتر اسکول میگه خیلی ها میان توی موبایل گیم. آها اینو من بعد از اینکه شما رفتین میخونم. بگو سوالتو بپرس منصور جان. بله من اولین بار بعد از 1.5 سال تونستم شما رو ببینم و خیلی خوشحالم که با آرمین بزرگ دارم صحبت میکنم. خیلی هم بزرگ نیستم ولی مرسی. از نظر من و کل خانواده همون شما بزرگید. در مورد حقیقت میخواستم بپرسم. مثالی که در مورد حقیقت هست، اگر خود من به خونه خودم پناه ببرم و پیش مادرم برم و بگم که مثلا پلیس داره تعقیبم میکنه به علت انجام دادن یک جرمی و مادرم به من میگه که پشت کمد قایم شد و وقتی پلیس اومد، مادرم که بسیار آدم راستگویی و به سمت حقیقت میره ولی اونجا دروغ میگه، آیا نیازی نیست که ما بعضی وقتا به سمت حقیقت نریم و دروغ بگیم تا اینکه جون یک نفر رو نجات بدیم و اون پلیس ها میرن و اون لحظه اون جون من رو نجات میده؟ و در این مثال شما نظرتون در مورد حقیقت چیه؟ و از نظر وریا امیری که حقیقت همیشه باید گفته شود حتی اگر به ضرر تماشا. ببین خب اینجا موضوع حقیقت نیست. شما اگه حقیقت که عوض، شما اگه دارین دروغ میگین برای اینکه یه دروغ سفیدی گفتین که از لحاظ اخلاقی کاملا به جا هست، البته به جا نمیدونم این پلیس جمهوری اسلامی یا پلیس آمریکاست، بستگی داره. خب بفرض کنیم که مثلا این پلیس به حق نیامده دنبال شما، یه مثلا فرض کنیم که توی چه میدونم شما یه زندان سیاسی هستین و به حق نیست. خب بگیم فرض کنیم که مادر شما از لحاظ اخلاقی کار درستی داره میکنه که داره دروغ میگه به پلیس توی این شرایط، خب این حقیقتو که عوض نمیکنه. خب شما دارین شما خودتون دارین میگین که آیا اشکال داره دروغ بگین یا نگین. خب اگه قبول بکنم که بله اینجا اشکالی نداره که دروغ بگین، دروغ گفتن اینجا کار خوبیه، خب پس معنیش اینه که ما میدونیم که حرفی که داره زده میشه با حقیقت فرق داره. اگه ما چیز دیگه رو بگیم که حقیقتو که عوض نکردیم، حرف ما که این رو میشه خودتون دارین ادعا میکنین دروغه. این موضوع بحث حقیقت نیست اینجا، درسته منصور جان؟ بله متشکرم. سوال بعدی رو می‌خواستم بپرسم، سوال آخرم. باشه بگو. چه نیازی به فکر کردن است وقتی که این همه کتاب وجود داره، این همه مطالب علمی وجود داره و نیازی نیست که ما بشینیم قبلش فکر کنیم؟ ما میتونیم رجوع کنیم به اینترنت و گوگل و تمام اطلاعات رو کسب کنیم و این چیز خوبی نیست که ما الگو برداری کنیم از مجسمه ارسطوس؟ من یک مثالی میخواستم بزنم، مثال شخصی. در پارک ها بیشتر من به خاطر اینکه شطرنج
یاد بگیرم و فکرم قوی تر بشه، شطرنج بازی میکردم با پیرمردهای مثل آقا مجید. بعد یک روزی احسان قائم مقامی، نفر اول شطرنج ایران رو دیدم و با ایشون گفتگو کردم. ایشون گفت که نیاز نیست برای اینکه شطرنج یاد بگیری با پیرمردها بازی کنی توی پارک. گفت که شما باید کتاب شطرنج رو بخونی، جواب ها رو بخونی، اون استدلال ها و اون روش ها رو اسماشون رو بلد باشی و راه حل ها رو بهتر باید بلد باشی، بعد با توجه به اصول میتونی شطرنج بازی کنی و خیلی بازی قوی تر میشه. به قول معروف حل المسائل رو شما بخونید راحت ترید، همونطوری که همون کار رو که دیگران میکنن. چه احتیاجی داریم که ما فکر کنیم وقتی جواب هست؟ خب من اول فکر میکنم حرف این من نمیدونم آیا حرف این شخص درسته، یعنی شما اگه کتاب شطرنج بخونید بعد نرید بازی کنید با کسی، آیا میتونید فقط با خوندن کتاب شطرنج، آیا میتونید شطرنج خون بشه؟ من فکر کنم احتیاج به این دارین که یه مقدارم بازی هم بکنید. من فکر کنم فقط با خوندن کتاب شطرنج شما نمیتونید روز اول برید بعد قهرمان شطرنج بشین چون فقط کتاب شطرنج خوندید. من شک دارم به این ادعا. یکی این، یکی دیگه هم این که خب ما احتیاج به فکر داریم که بتونیم که کی حرفش، ما که نمیتونیم. خب کتاب با منبع و اینا به شدت زیاده، کلیش هم چرت و پرته. شما اگه قابلیت یعنی استدلال نداشت، استدلالتون خوب ضعف داشته باشه، خب از کجا میدونین کدوم از این کتابا داره درست میگه کدومش غلط میگه؟ شما باید یه ورزشی بدین به مغزتون که بتونین یه ذره خودتون یه معیارهایی داشته باشین، بدونین کدوم معیارها خوبه کدوم معیارها بده، بعد بیاین از معیاراتون استفاده کنین، ادعاهای مختلف تو این کتابا رو بیاین وزن بکنین، بیاین مقایسهش بکنین با ادعاهای بقیه. این ادعاهای مثلا کتابا که میکنین، من یه کتاب میخونم و یه کتاب بعدیش کاملا داره حرفای کتاب اولی که خوندم داره زمین از نقض میکنه همش، اصلا علیه همه اون کتابای شما که نمیتونین بیان بگی خب اینا رو گفتن، خب گفتن که گفتم از کجا بدونین کدومش درسته کدومش غلطه. یعنی یه مقدار اگه قرار باشه که هرچی که میخونیم باور کنیم که نمیشه. شما میگین حل... چی گفتین؟ حلال مسائل. خب از کجا شما اگه قابلیت قدرت تفکر نداشته باشین از کجا بفهمین که آیا کتابی که مثلا یه مرجع تقلید اسلامی نوشته مرجع حلال مسائل، یا یه کتابی که مثلا استیون پینکر نوشته تو انلایتنمنت ناو حلال مسائل، حالا من اصلا هیچ کتابی هم وجود نداره که حلال مسائل باشه. اکثر کتابا نه اکثر همه کتابا یه نقصایی دارن، یه سری چیزاشون اشتباهه، شما یه سری چیزاشو میتونین باور کنین، یه سری چیزاش یه موقع یادتون میمونه شک دارین و یه جای دیگه میخونین اعتماد شما بهش میره بالا میاد پایین. همه چیز اینجوری اینا که کتابا که وحی الهی که نیستن که ما مثل مسلمان و مسیحا فقط هر چی میگه باور کنیم. تازه حتی کسایی هم که تخصص دارن ما میدونیم اونا هم حتی کلی اشتباه بکنن، یعنی حتی کسایی که با تحقیق peer reviewed research با تخصص زیاد و تجربه بسیار بالا حتی نتیجه کار اونا رو هم میخونیم حتی بعد از و خیلی تحقیقات دیگه هم میشه که میاد تایید میکنه که این نتیجه ها درست بوده، حتی بعد از اینا هم میگیم بله به احتمال زیاد نتیجه این درسته. خب به احتمال زیاد حتی اون موقع هم نمیایم اعتماد 100% بکنیم. خب برای همین من توصیه میکنم که شما نه تنها برین تجربه ها، یعنی تجربه گیر، من خودم اتفاقا من خودم خیلی تبلیغ این میکنم که خردگرایی به طور مطلق خوب نیست، برای اینکه ما خردمون خیلی نقص داره. خب ما باید بریم تجربه گرا بشیم، یعنی به جای اینکه فقط رشنالیست باشیم باید امپیریسیست هم باشیم. اینو قبول دارم که خردگرایی مطلق کلی نقص داره، ولی امپیریسیزم مطلق اونم نقص داره. شما اگه امپیریسیزم مطلق داشته باشیم وقت نمیدونیم که اصلا چجوری نتیجه تجربه ها رو اصلا چجوری بیایم تحلیل بکنیم. خب ما اگه بخوایم بیایم تحلیل بکنیم میدونیم چی رو باور کنیم چی نکنیم، یه مقدار قدرت فکری خودمون رو احتیاج داریم. ما اصلا یه نفر رو به عنوان منبع یا به عنوان متخصص بخوایم انتخاب بکنیم که شما متخصصین، اصلا از کجا بیایم از چه معیارهایی استفاده کنیم که به یه نفر اعتماد داشته باشیم نداشته باشیم؟ ما خودمون یه مقدار قدرت تحلیل داشته باشیم که بتونیم اینا رو با هم منابع مختلف رو با هم مقایسه بکنیم. درسته؟ بله. یه سوال دیگه میتونم بپرسم آخریه؟ بله. من در مورد آخرین سوالم این که یه ضرب المثل میگم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، پیروی کردن کار بدی است؟ مثلا ما از کسایی مثل
کسایی که بهشون اعتماد داریم مثل وریا امیری، شاهین نجفی یا آرمین نوابی، ما چون میدونیم که اینها انسانهای خوبی هستند و ما از اینها، از سخن اینها پیروی کنیم و اونها رو دنبال کنیم، همونطوری که بیشتر طرفدارای شما دارن این کارو میکنن، سخنان شما رو من دیدم در کلاب هاوس نقل قول میکنن، و آیا پیروی کردن کار درستی است؟ ما میتونیم پیروی کنیم؟ خب ببینیم، ما تا یه حد چاره به غیر از پیروی نداریم، چون که خودمون نمیتونیم متخصص همه چی باشیم، چون اون وقت یه چیز حدود 100 تا زندگی، یعنی 1000 سال طول میکشه که همه اینا رو خودمون بریم یکی یکی پیدا کنیم. من خودم خیلی کسا رو مجبورم که حرفاشون رو قبول بکنم، به خاطر از تیغ اوکام استفاده میکنم، چون متخصصن، چون نتیجهشون بر اساس آمار یا تحقیقه، بدون که خودم چک کنم به احتمال زیاد میگم پس این احتمالاً به احتمال زیاد این حرف درسته. یه کسایی رو که میدونم قبول حرفشون رو بدون که خودم چک برم بکنم، مجبورم حرفشون رو قبول احتمال زیاد بدم که حرفشون درسته، برای خاطر اینکه تجربه‌ای دارم که از نحوه نتیجه گیری که میکنن یه مقدار اعتماد دارم، برای همین وقت نمیتونم بکنم که هر چیزی رو میگن یکی یکی رو چک کنم. من یه مقدار اعتماد میکنم و میگم خب چون این شخص و این شخصی که مثلا من بهشون اعتماد دارم این حرفو زدن، جفتشون به این نتیجه رسیدم، احتمال بالا میدم که نتیجه هم همینه. چاره ای به غیر از این نداریم، بالاخره ما زندگی داریم، نمیتونیم توی هم زیست و فیزیک و چه میدونم ژورنالیسم و سیاست و اقتصاد و همه اینا رو تخصص پیدا کنیم، نمیتونیم کار کنیم. باید تا یه حدی پیدا کنیم کسایی رو که یه روشایی پیدا بکنیم که یه معیارهایی داشته باشیم که استفاده بکنیم که به چه نحوه از چه کسایی اعتماد به چه کسایی تا یه حدی اعتماد بکنیم. برای همین تا یه حدی مجبوریم پیروی بکنیم، چون وقت کافی نداریم که تو همه چی هم خودمون تحقیق بکنیم هم متخصص همه چی بشیم. خب برای این روش اعتماد باید اینو یاد بگیریم که چجوری به چه منبعی و به چه کسی چجوری اعتماد کنیم و تا چه حد. خب این تا یه حدی مجبوریم، ولی چیزی که مشکل هست، ما نباید وفادار به کسی باشیم، خب، و نباید پیروی کورکورانه و مطلق و هیچ وقت هم اعتماد 100% به هیچ کس نباید بکنیم و حرف هیچ کسی هم به طور 100% نباید قبول کنیم. میدونی مثلا چیه؟ یعنی من حتی خودم، من وقتی مثلا دنبال میکنم یه حرفای یه سری کسایی رو که اعتماد زیادی بهشون دارم، نمیگم اعتماد کامل بهشون دارم، هیچ وقت اعتماد کامل من به هیچ کی ندارم، خب میگم اعتماد زیادی دارم و حاضرم این اعتمادم رو همین فردا عوض کنم اگه ببینم یه چیزی دادن که من چک کردم دیدم این حرفشون چقدر اشتباه بود، این مقدار اعتمادم حاضرم سری بیارم پایین. خب هیچ وقت کورکورانه کسی رو دنبال نمیکنم، اعتمادمو درصدی، اعتمادم هیچ وقت مطلق نیست، حتی اگه حرفی رو من به شدت قبول بکنم و بگم این احتمال خیلی زیاد داره که این حرف درسته، اونم همیشه میگم به احتمال زیاد، هیچ وقت هیچ چیز رو 100% قبول نمیکنم. خب یعنی کورکورانه کسی رو دنبال رو نکنین و حتی اگه کسی رو هم دنبال میکنین و حرفاشون رو قبول دارین، اعتماد مطلق و 100% به هیچ چیزی نکنین، به همه کس و همه چیز شک کنین، ولی شکتون هم شک بی خودم نکنیم. این یه مقدار بعضی چیزا یه ذره شک لازم داره، بعضی چیزا خیلی شک لازم داره، سیاسفید نیست. حرف کسی هم حتما درست و غلط نیست. بعضی حرفا ممکنه یه مقدار درست باشه، یه مقدار غلط باشه. می‌فهمین مثلا چه منظور؟ منظور حالتون مثل واکسن فایزر و سینوفار و سازمان بهداشت جهانی برای درمان کرونا است که ما بهشون اعتماد کنیم. و آتیستا بیشتر به علم اعتماد دارن، این چیز خوبیه؟ من دیگه تموم شد دیگه صحبت. بله باشه، بله چیز خوبیه، برای اینکه بله. روش بله اعتماد روش خوبه، این چیز خوبیه. البته همه آتیستا اینجوری نیستن، ولی بله تعداد از درصدی تعداد بیشترشون به علم قبول دارن نسبت به کسای دیگه و این چیز خوبیه، برای اینکه علم نشون داده که روش بهتری برای نتیجه گیری هست از همه روش های دیگه، یعنی کارنامه خیلی خوبی داره، ولی هیچ علم هم خودش مشکل داره، یعنی هیچ چیزی بدون نقص نیست، ولی از همه روش های نتیجه گیری علم از همه چی بهتره، با اینکه مثل وحی الهی این دیندارا نیست که همه چیز 100% درست باشه. ما خودم مثلا علم مطمئنیم که علم نقص داره و اشتباه میکنه، اگه علم نقص نداشت پیشرفت نمیکرد، چون اگه علم نقص نداشت جای پیشرفت اصلا وجود نداشت که پیشرفت بخواد بکنه. علم نقص داره، نتیجه های اشتباه هم ازش میگیریم از روش های علمی، ولی هیچ چیزی بهتر از علم وجود نداره. ما کارنامه علم رو دیدیم و به خاطر کاربردش میدونیم که این بهترین روشه، برای همه اعتماد بهش بجاست، ولی اعتماد مطلق حتی به علم هم نمیکنیم.
خیلی ممنون. من صحبت پایانی رو میگم به مادرم بگم که بعد از 1.5 سال تونستم با آرمین جان صحبت کنم و و مادرم بسیار شما رو دوست داره و بسیار گریه کرد به خاطر اینکه در مورد مادرتون هر دفعه صحبت میکنید و من این جمله ها رو براتون میگم، چون ایشون هم مثل شماست و واقعا شما رو مثل پسر خودش میدونه. خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ. به مادرتون از طرف من یه سلام بکنید و ازش یه از طرف من از مادرتون یه تشکرم بکنید به خاطر مهربونیش. ایشون برنامه شما رو نگاه میکنه. سلام. مرسی از مهربونی شما. خیلی ممنون. مرسی، فعلا خداحافظ.